تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از اول قرآن که شروع کردیم به لطف خدا تا جزء 26 سوره فتح آمدیم و الان دو آیه آخر سوره فتح هستیم. آیه 28 بشنوید. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اوست که پیغمبرش را همراه با هدایت دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کنه. کافی است که خداوند گواه این موضوعه. خب این ارسل رسوله بالهدى و این جمله لیظهره علی الدین کله سه بار تو قرآن تکرار شده در جاهای مختلف. ترجمهش هم اینه اسلام کره زمین رو خواهد گرفت. خلاص. روایات داریم روستایی رو کره زمین نیست و شهری نیست مگه اینکه صدای اذان بلند میشه. مردم از همه مکتبها خسته میشن. حدیث داریم هر صاحب فکری چند روز قدرت رو به دست میگیره میگه من میام اصلاح میکنم، اصلاح نمیکنه میره کنار. مثل وزنه‌بردار رو که میگه بده من بالا کنم، میان به ستاره میزنه زمین. هر کسی دسته رو پست خواهد گرفت تا تمام سلیقه های سیاسی اقتصادی همه نگن اگر ما بودیم ما اصلاح میکردیم، میگن تو هم بودی کاری نکردی. هو الذی ارسل رسوله او بادی کارو بکنه لیظهره علی الدین کله. کار خداست. با تعبیر لیظهره علی الدین سه بار اومده. آیات دیگه هم داریم که والعاقبت للمتقین، پایان کار حکومت دست متقینه. والعاقبت لأهل التقوى وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات که لیستخلفنهم فی الارض. در قرآن آیات متعدد و مکرر با لحنهای مختلف آمده که اسلام کره زمین رو خواهد گرفت. خب با زور میگه نه، ارسل رسوله بالهدى با هدایت و دین الحق، یعنی ابزار کار که اسلام دنیا رو بگیره خون ریزی نیست، ابزار هدا و دین الحق. از بس مردم مکاتب باطل دیدن دیگه دنبال حق میرون. این انقلاب ما نمونه از او بود که یک مرد خدا تونست حکومت رو به دست بگیره، امام خمینی. خب اگر مرد خدا یک فقیه عادل تونست حکومت رو به دست بگیره پس امام زمان هم میتونه. ابزارش خب با این اختراعات چه میکنه؟ روایاتی داریم که تحصیل کردگان دنیا، مخترعین، مکتشفین، صاحبان تکنولوژی میان خدمت حضرت مهدی علیه السلام، تخصصشون رو عرضه میکنن و در خدمت آقا امام زمان هستن. درست مثل خلبانی که شاه فرستاده بود آمریکا، تخصصی دیده بودن. وقتی انقلاب پیش شد خلبان آمد دست امام خمینی رو بوسید و در خدمت امام قرار گرفت. یعنی از او تخصصش که شاه اینو متخصص تربیت کرد و بر اهداف آمریکایی خودش، ولی اون تخصصش در اختیار امام خمینی گذاشت. حدیث داریم، روایت داریم، از خودم نیست، روایت داریم امام زمان که ظهور میکنه متخصصین میان تخصصشون رو در اختیار آقا میذارن و بسیاری از چیزهایی رو به دست، یعنی اگر تمام علوم و اکتشافات، حدیث داریم تمام علوم و اکتشافات رو تقسیم بر 27 کنن، یعنی هر چی تخصصه تقسیم بر 27 کنیم، تا زمان ظهور تمام تخصصات 2/27 همه، یعنی از 27 تا 2/3 همه تخصصات 2/3 بیشتر ندارن. 25/27 یعنی از 27 بخش 25 توش زمان امام زمان و به دست امام زمان و به اشاره ایشون و در زمان ایشون حل میشه. یعنی بسیار ابزار هدایت، ابزار دین حق، لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا، خدا شاهد، یعنی خدا گواه این موضوعه. خب این در شرایط سخت نوید و امید دادن خیلی مهمه. این آیه کجا واقع شده؟
این آیه در ماجرای اومده که 1400 تا مسلمان از مدینه لباس احرام پوشیدن میخوان بیان عمل عمره انجام بدن، پشت مکه اینا رو نگه داشتن. اون زمانی که مسلمان میگن خب چی شد ما این همه راه 80 فرسخ 80 فرسخ اومدیم بریم تو مکه، تا پشت دروازه مکه اومدیم نمیذارن بیان. اون زمان وقت خدا میگه دین اسلام کره زمین رو خواهد گرفت. یعنی در وقتی که اینا خیلی مهمه، وقتی در خندق پیغمبر کلاه میزد این نوک کلاه میخورد به سنگا جرقه میزد، میگفت این جرقه سقوط کاخهای ایران است، این جرقه سقوط کاخهای رومه. منافقین میخندیدن میگفتن دارن حمله میکنن به مدینه، از ترس جونشون پیغمبر و مسلمان‌ها دور مدینه خندق میکنن که تو این گودی کفار گیر کنن نپرن ایور، یعنی دارن از ترس جونشون خندق میکنن. اما جرقه ها که تو کندن خندق از کلنگ پیغمبر میپره بیرون، از این جرقه ها پیغمبر میگه امپراتور روم امپراتور ایران. بله آخرش هم شد اونجه پیغمبر گفته بود شد. حالا در زمانی که مسلمان ها میخوان برن یه عمره انجام بدن دو سه روز را به اینا نمیدن، اون وقت اونجا میگه که اسلام کره زمین را خواهد گرفت. پیداست که خیلی مسئله مهمه که در یه شرایط سخت ایرقمی آدم امید بده. تمام ادیان گذشته برای یه برهه‌ای از زمان بودن، ادیان گذشته برای کل کره زمین در طول تاریخ نبودن و قرآن از آینده خبر میده. پذیرفتن مردم هم مهم نیست که حالا مردم قبول بکنن که قرآن میگه و کفا بالله شهیدا، خدا کافیست که شاهد باشه، اسلام کره زمین رو خواهد گرفت، خدا هم شاهد کافیه، شما میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن. اگر به الوهیت او ایمان داریم باید به وعده های اونم ایمان داشته باشیم. خدایا تو مقدمات این پیروزی رو فراهم کردی، یه قانون میخوایم، قانون جامع، قانونی که برخواسته از هوس ها خیال ها ترس ها فقر ها طاغوت ها نباشه، یه قانون 100% الهی قرآن، یه رهبر لایقی میخوایم که توان مدیریت و رهبری کره زمین رو داشته باشه، اونم ذخیره کردی امام زمان علیه السلام، رهبرش هست قانونش هم هست، یه آمادگی میخواد. خدایا به ما لیاقت و آمادگی درک مهدی و حکومت حق رو کره زمین رو داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.